خب برویم سر موضوع. آقای دکتر، آخرین باری که من و شما با هم گفتگو کردیم هنوز آقای مکرون رئیس جمهور نشده بود، داشتیم گمانه‌زنی می‌کردیم. امروز تصاویر نشون میده ایشون، حزب تازه تأسیس ایشون 355 کرسی پارلمان رو هم برده و به این ترتیب این یک خط مهم در فرانسه خواهد بود. در خدمت ما دکتر. خدمتتون عرض کنم که در مصاحبه‌ام که با شما انجام دادم قبل از این انتخابات ریاست جمهوری، گفتم یک مسئله اساسی ما خواهیم داشت بعد از انتخابات و اون این که دو حزب اصلی و سنتی فرانسه در وضعیت بسیار بدی به سر خواهند برد بعد از این انتخابات، و چنین هم شد. نه تنها انتخابات ریاست جمهوری آقای مکرون که خود را از یک حزب جدیدی، شخصیت جوانی که تازه به صحنه سیاسی مستقیم اومده و یک حزب درست کرده و حزبش بیشتر از 6 ماه نیستش که عمر داره، میاد این حزب مجلس رو هم با آرای بسیار بالایی میبره و دو حزب بازنده اصلی این جریان، حزب راست فرانسه و حزب سوسیالیست فرانسه هستند که این دو حزب در طی 40 سال اخیر، در خصوصا بعد از رفراندوم دوگل برای جمهوری پنجم، اینها حکومت میکردن به تناوب در فرانسه. اکنون فرانسه یک تغییر اساسی رو شاهدش هستش و یکی از مسائل بسیار مهم این که 60% منتخبین مجلس شورای ملی فرانسه کسانی هستند که اصلا قبلا شناخته شده نبودند و کار سیاسی حرفه‌ای نداشتند و بسیاری از اونهایی که سیاسی بودند، سیاسی حرفه‌ای بودند، در این دو حزب بزرگ فرانسه کار میکردند، اونها کنار گذاشته شدند. یک نسل جدیدی و یک سنخ جدیدی از سیاستمدارها داره در فرانسه ساخته میشه و این اول جریان هست. اما اون چیزی که مهمه به نظر من این که با اینکه آقای مکرون هنوز محبوبیت بالایی داره و با اینکه در مجلس هم یک اکثریت مطلق آرا رو داره و میتواند قوانین رو راحت بگذرونه بدون هیچ مشکلی، اما این دلیل نمیشه که با مشکلات اساسی در صحنه سیاست فرانسه برخورد در آینده نکنه. به دو علت، یکی اینکه اکثر اعضای حزب ایشون کار سیاسی قبلی نکردن، حرفه‌ای نشدن و برخی از اونها از احزاب راست و چپ هستن، یعنی قبلا با همدیگه اختلاف جدی داشتن و این میتونه مشکل ایجاد کنه در آینده. وجود داشته اکثریت های مطلق در مجلس که شکسته شدن در طول زمان به علت اختلاف هایی که به وجود میاد در انتخاب های سیاسی، و علت دوم این هستش که همیشه اکثریت مجلس و یا اکثریت ریاست جمهوری نیستن که مهم هستن در یک جامعه. در یک جامعه ممکنه که یک نفر در انتخابات ریاست جمهوری در یک برهه‌ای از زمان پیروز بشه، ولی جامعه هم به هر حال صدا داره، سندیکاها هستن، دانشجوها هستن، فعالین سیاسی هستن. بستگی به انتخاب‌های آقای مکرون داره، بستگی داره اینکه بتونه چقدر از موزلات فرانسه که موزل اصلیشون بیکاری است و حدود 11% با در فرانسه بیکار داریم و یک رقم بسیار بالایی است، چقدر بتونه از این موزلات حل بکنه و کم بکنه. یکی از راه‌هایی که ایشون پیش گرفته ساده کردن قوانین کار هستش. ساده کردن قوانین کار معمولا در فرانسه به این معنی است که قوانین کار به نفع کارفرماها تغییر بکنند. آیا آقای مکرون میتوانه با این ساده کردن کار زیاد ایجاد کنه و اون نارضایتی که از دید اجتماعی ایجاد میشه با کم کردن بیکارها حل بکنه یا نه، آینده به ما خواهد گفت. ولی فعلا آقای مکرون پیروز بزرگ ماجراست، اکثریت مطلق رو در مجلس داره و میتواند اون چیزی را که پیشنهاد داده به فرانسوی ها به رأی بگذاره و برنامه‌اش رو اجرا کنه و فردی است که مصمم هست این کار رو انجام بشه. هنوز خیلی زوده برای پلان ایشون صحبت کردن، برای که
هنوز دو ماه هم نیستش که ایشون حکومت میکنه، ولی در سال آینده میتوانیم دوباره برگردیم و به این موضوع نگاه کنیم. سپاسگزارم آقای دکتر. من از فرصت بهره میگیرم چون تصویر پشت شما دکتر مصدق رو نشون میده، برویم سر این موضوع اسناد منتشر شده تازه و اونچه که در درون اون هست که بی‌تردید به زودی به فارسی بسیاری اون رو ترجمه خواهند کرد و این بار دیگه من فکر کنم دیگه فرصتی برای کسانی که میگن کودتا نشده بعد از گفتن خانم آلبرایت، آقای کلینتون، آدم‌های مختلف در دولت آمریکا، همواره ایرانی‌ها اصرار دارن که کودتایی انجام نشده. به هر حال این اسناد مدارک بیشترین و قوی‌ترین هست و فکر می‌کنم که چهره‌هایی رو هم در درون اون معرفی می‌کنه. از امروز می‌دونم بسیاری رو مسئله آیت الله کاشانی و وجودش در این مدارک نشابه. نظر شما رو آقای دکتر می‌خواستم جویا بشم. من یه اظهار تأسف می‌کنم و همون این که الان حدود بیش از نیم قرن از این کودتا گذشته و تازه اسناد به طور کامل منتشر شده. الان هم مطمئن نیستم به طور کامل هست یا نه، ولی اسنادی که مربوط به کودتای علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق میشه بعد از 55 سال داره انتشار پیدا میکنه و این واقعا نشون میده که قدرت ها چگونه از همه وسایل از جمله سانسور استفاده میکنن تا از کارهایی که در کشورهای مختلف کردند رو بپوشونن، از جمله این کودتایی که از دید من یک کودتای ننگین بود. متاسفانه ایران رو بست، صفحه سیاسی ایران رو بست و منجر شد به انقلاب اسلامی سال 57. اگر دولت دکتر محمد مصدق توانسته بود به رفرم‌های خود ادامه بده و اون مشی دموکراتیک رو ایران انجام میداد با کم و زیادها و بالا و پایین‌هاش، به هر حال ما یک پیشرفت‌های عظیمی میتونستیم پیدا بکنیم و در وضعیت فعلی که الان هستیم نیستیم. دومین ملاحظه‌ای که دارم سر این اسناد اینه که این اسناد بخش مهمشون منتشر شده بود اما روی اسامی خط خورده بود، یعنی سندها در کتابی در ایران به چاپ رسید و در یک کتاب دیگه که آقای سفری و آقای بنی‌صدر منتشر کردن سعی کرده بودن که اون اسمهایی که قلم خورده بود رو پیدا بکنن، از جمله اسم آقای کاشانی که اکنون واضح هستش که آقای کاشانی دخالت داشته در اون کودتا، آقای بهبهانی دخالت داشته در اون کودتا، خانواده پهلوی دخالت داشتن در اون کودتا و اون کودتا به کمک امریکایی ها موفق شده و اتفاقا الان میتونیم در مورد اون کودتا تقریبا ساعت به ساعت بگیم چی گذشته. درسته. کسانی که این مسئله را افسانه میخونن و بعد از این همه سندها کسانی هستن که نمیشه بهشون اعتماد کرد و نمیشه حرفای اونها رو باور داشت. یک کودتای ضد حکومت ملی مصدق صورت گرفته، در این کودتا ارتجاع خانواده پهلوی، ارتجاع مذهبی و حکومت امریکا و انگلیس دخالت داشتند و باعث شدند که وضعیت ایران تغییر بکنه به صورتی که متاسفانه ما خیلی عقب بود با این کودتایی که در ایران صورت. درسته. خب آقای دکتر برویم روی موضوع گفتگوها و برویم به سر اینکه آقای خامنه‌ای با این روزا با این اختلافی که با آقای روحانی داره و ماجرای دو قطبی شدن و این بحث که پیش میاره، بحث آتش به اختیار رو در هفته گذشته داشتیم. بعد از ماجرای آتش به اختیار خب در سخنرانی آخرش به یه نوعی به آقای روحانی هشدار میده. من نمیخوام مقایسه کنم روحانی و بنی صدر و یا دورانشون رو با یکدیگر، ولی به نوعی بهش هشدار میده که آقا این اتفاق هم افتاده، یعنی ایشون هم علاقمند میتونه باشه که از آقای خمینی پیروی کنه و همانند دوران خمینی کاری که با آقای دکتر بنی صدر کردن ایشون هم بکنه. میخواستم نظرتون رو از این بخش باز بکنیم. خدمتتون عرض کنم که بارها وقتی که با هم صحبت داشتیم من یک مسئله رو روش اصرار داشتم و اون که در ایران در قانون اساسی ایران دو مقام وجود داره و این دو مقام تناقض دارن با هم، تضاد دارن با هم. یک مقام هستش که رئیس جمهور هست، حالا چه این رئیس جمهور با تقلب شده باشه رئیس جمهور، چه با رأی کم شده باشه، چه با رأی مردم شده باشه رئیس جمهور،
این فرد با مردم در ارتباط هستش، یعنی میخواد مشروعیت خودش رو از مردم ایران بگیره. یک فردی که داری ولی فقیه که کاری با مردم نداره، اصولا میخواد از دید خودش قانون اسلام رو پیاده بکنه، خودش رو فعلا نماینده خدا روی زمین میدونه، وصف میدونه به اون چیزایی که خودشون میگن امام زمان و خدا، و میخواد اون مشروعیت دینی به اصطلاح دینی رو حفظ کنه. و این دو مقام از اول انقلاب تا امروز با هم دیگه برخورد داشت. در مورد اولین برخوردی که صورت گرفت در زمان آقای بنی‌صدر بود با آقای خمینی، اما برای نسل جوان یک مسئله بسیار اساسی است که بدونم. در اون زمان یک قانون اساسی بود که طبق اون قانون اساسی رهبر چندان قدرت قانونی نداشت، یعنی مثلا هماهنگ کننده سه قوه در دست رئیس جمهور بود. مجری قانون اساسی به دست رئیس جمهور بود، ولی حتی شورای عالی دفاع بود که فرماندهان ارتش رو دست میکرد، صدا و سیما در دست سه قوه بود. همه اینها در سال 67 تغییر کرد و به دست رهبر سپرده شد و از رهبر یک فرد مطلقه ساخته شد که تمام این قوا رو در دست داره. آقای بنی‌صدر از دید من این رو برای اولین بار هستش اینجا عرض میکنم، به نظر من برای تحلیل تاریخی ایران مهم هستش، 30 خرداد 1360 پایان اصلاح طلبی رژیم جمهوری اسلامی. یعنی آقای بنی‌صدر در مقام ریاست جمهوری سعی میکردش که یک اصلاحاتی در داخل ایران صورت بگیره، و آقای خمینی وقتی که دائم و حزب جمهوری اسلامی که پشت سرش بودن می اومد و مخالفت میکرد با این اصلاحات، با رأی مردم و با چیزهای دیگه. ولی حتی آقای بنی‌صدر علاقه زیادی به آقای خمینی داشت، اون رو مثل یک پدر علاقه داشت، در اوائلش خصوصا اون مسائل به وجود نیومده بود. اما برای آقای خمینی حاکمیت روحانیت روز به روز مسئله شد و میخواست این حاکمیت حذف بشه. خب آقای بنی‌صدر در خرداد 60 گفت برای خارج شدن از بحران به مردم مراجعه کنیم و رفراندوم صورت بگیره در داخل. این پیشنهاد راحلی بود که ایشون اونجا مطرح کردن. اما آقای خمینی در جواب چی گفت؟ در جواب گفت اگر 35 میلیون هم بگویند بله، من میگم نه. و این رو دو بار تکرار کرد و به صحبت‌های آقای بهشتی، آقای رفسنجانی در اون زمان بپردازیم، به صحبت‌های خود آقای خاتمی که اون موقع سردبیر روزنامه کیهان بود و نسبت به پیشنهاد رفراندوم توسط آقای بنی‌صدر در اون موقع مقاله نوشت و به تندی اعتراض کرد که این چه معنی داره که ما رفراندوم بکنیم، رهبری امام هستش، شما میخواید مردم رو دو دسته بکنید. چیز خیلی جالبی که هست این که آقای خامنه‌ای هم واقعا بسیار، نمیخوام این کلمه زشت رو بگم، وقیحانه با این مسئله مطرح میکنن، میگن مردم رو دو دسته میکردن. ببینید، مردم رو آقای خمینی و دار و دستش میگفتن کی مکتبی است، کی مکتبی نیست، کی مسلمان است، کی مسلمان نیست، کی متخصص است، کی مکتبی است. هم دائم به تقسیم بندی مردم میپرداختن، در صورتی که اون ور میگفتش که همه مردم با اندیشه های مختلف حد حاکمیت دارن و مسائل باید از طریق بحث آزاد، از طریق قانون، از طریق مردم حل بشه، نه اینکه یک نفر تصمیم بگیره برای همه مردم. پس این چیزی، حالا این نتیجه‌گیری مهم رو میخوام بکنم که با وجود اینکه اون قانون اساسی به رهبر اختیارات فوق‌العاده‌ای نمیداد، با این وجود تونستن آقای بنی‌صدر رو کنار بگذارن که از دید به طور غیر قانونی که دار گذاشتن به یک کودتا محسوب میشه، و الان با قانون اساسی جدید ما در یک موقعیت دیگه ای قرار داریم. به خاطر این هستش که من میگم خرداد سال 60 پایان
سیاست اصلاح طلبی رژیم جمهوری اسلامی است. ما الان با یک قانون اساسی برخورد داریم که طبق این قانون اساسی رهبر سیاست‌های کلی رو تعیین می‌کنه، سیاست خارجی رو تعیین می‌کنه، صدا و سیما در دست اوست، روابط سه قوه در دست اوست. علاوه بر همه اینها چیزی به اسم حکم حکومتی که در قانون اساسی نیست، ولی از اون جایی که اصلاح طلبان اینها رو پذیرفتن و اصولگرا هم رو پذیرفتن، اونها هم اومده جزء قانون اساسی. یعنی از نظر حقوقی و قانونی بخوایم در نظر بگیریم، آقای روحانی نمیتواند عملی خلاف خواسته های آقای خامنه انجام بده، مگر اینکه بخواد از این قانون بیاد بیرون، از قانون است کادر قانون اساسی بیاد بیرون، از کادر قوانین جمهوری اسلامی بیاد بیرون. در اینجاست که یک به یک امر اساسی ما برخورد میکنیم و اون امر اساسی وجود این قانون اساسی و وجود ولایت فقیه در قانون اساسی است که مانع اصلی مشکل سیاسی مردم ایران هستش، یعنی این کادری که درست کردن. و اگر این ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه بشکنه و اگر این قانون اساسی بخواد بر اصل حاکمیت ملی متحقق بشه، ما اصولا با یک رژیم دیگه روبرو خواهیم بود. پس این رو میخوام بگم که آقای روحانی یا در کادر این رژیم باقی میمونه، اون چیزیست که آقای خامنه‌ای داره بهش میگه وقتی که میگه که تجربه بنی صدر رو تکرار نکنید، میخواد بگه که باید در کادر این رژیم باقی بمونید. البته میگم اون موقع حتی کادر رژیم نبود، آقای خمینی بسیاری از کارهایی که میکرد خلاف قانون اساسی بود، 70 مورد خلاف قانون اساسی تا سال 60 کار انجام دادید، ولی الان از این قانون اساسی و از حکم حکومتیش آقای خامنه‌ای میخواد استفاده کنه. آیا آقای روحانی حاضر هست از این کادر بیاد بیرون و به سوی مردم بره؟ ببینید، یادی از مصدق کردید، مجلس این نفت رو ملی کرد و نخست وزیر کرد مصدق، و که اینها در یک انتخابات آزاد و در یک انتخابات دموکراتیک نماینده مجلس نشده بودن، اما مصدق گفت راه باز هستش، اگر میخواهید به مردم بپیوندید، در خدمت مردم باشید، خب عمل بکنید. آیا آقای روحانی این کار رو خواهد کرد؟ این کار رو خواهد کرد یعنی از کادر این نظام بیرون اومدن، نه مثل آقای خاتمی عمل کردن. آقای احمدی نژاد، حالا ما کاری نداریم که سیاستاش درست هستش، اصلا عقل نداره با این صحبت ها نیست، ایشون از کادر رژیم اومده بیرون. نشانش چیست؟ نشانش اینه که وقتی ابوالحسن بنی صدر در خرداد ما علیه تظاهرات گذاشتن، مرگ بر ضد ولایت فقیه میگفتن. برای اولین بار هستش که یک رئیس جمهور دیگه‌ای، آقای احمدی نژاد، رفت شرکت کرد در تظاهراتی که قربانیان تروریسم برای تشییع جنازه اونها بود. آقای احمدی نژاد رفت توی خیابون و به محضی که وارد خیابون شد، حزب الله ها و افرادی که خامنه‌ای فرستاده بود اونجا شروع کردن به شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه، و آقای احمدی نژاد مجبور شدش از اونجا بره و دور بشه. حالا آیا آقای روحانی هم میاد بیرون یا نمیاد بیرون از کادر این رژیم؟ و اگر بیاد بیرون، خب ما با یک وضعیت دیگه روبرو خواهیم بود. اولین موردی که پیش اومد این مسئله 20C بود. 20C یک موردی است که یونسکو برای تعلیم تربیت دانش آموزان و مدارس، بهبود مدارس، یک اصول راهنمایی را منتشر کرده و آقای خامنه‌ای هم در جریان بوده، آقای روحانی هم بهش نوشته بوده، ولی اینا اومدن این رو بهانه کردن به خاطری که کلاس‌های مثلا دختران پسرانه هست و از دید این آقایان اینها ضد اسلام است و غیر و ذالک. آقای روحانی گفت من از هر چی بگذرم از 23 نمیگذرم، و این رو تکرار کرد و اونجا اینطور میخواست نشون بده که میخواد روی اون چیزی که اعتقاد داره برای کشور خوبه بیسته. اما دیدیم که 23 برداشته شد. البته شورای عالی فرهنگی رو برداشت. آقای روحانی میتونه بگه که شورای عالی فرهنگی در دستش نیست. تمام بحث ما با چی است؟ تمام بحث ما در غنی است که در دست رئیس جمهور چیزی نیست و این ولی مطلقه فقیه هستش که
همه قوا رو در اختیار داره. مسئله شخص نیست، مسئله آقای بنی‌صدر نیست، مسئله آقای خاتمی نیست، مسئله آقای احمدی نژاد نیست، مسئله آقای رفسنجانی نیست، مسئله آقای روحانی نیست. مسئله این هستش که این دو مقام با یکدیگر نمیتوانن همزیستی داشته باشن. یکی باید دیگری رو قبول بکنه، یکی باید دیگری رو قبول کنه. اگه رئیس جمهور قبول کنه، یعنی عملا ما دیگه اصلا حاکمیت مردم معنی نمیده، رهبر همه چیز رو تصمیم. اگر رهبر قبول بکنه، یعنی که دیگه ما ولایت فقیه نداریم و ولایت مطلقه فقیه نداریم. این است که در مقابل آقای روحانی یک انتخاب بزرگ پیش اومده. بخشی مهمی از جامعه ایرانی، من آمار رو نمیخوام درباره صحبت کنم، آمار جمهوری اسلامی رو اصلا قبول ندارم، ولی به هر حال بخش مهمی از مردم در این انتخابات از ترس اینکه آقای رئیسی بخواد رئیس جمهور بشه شرکت کردن. آیا ولی ما میدونیم که آقای رئیسی همون آقای خامنه‌ای است در اصل. آقای خامنه‌ای وجود داره، یعنی آقای خامنه‌ای قدرت در دست داره، یعنی به نوعی آقای رئیسی بالای سر آقای روحانی هست، پس چیزی تغییر پیدا نکرده. آیا آقای روحانی میخواد در مقابل آقای رئیسی اصلی یعنی آقای خامنه‌ای بیسته و از حقوق مردم دفاع بکنه یا نه؟ این مسئله اصلی است که از همین امروز در برابرش قرار گرفته و بقیه مسائل فرعی هستند. درسته. از اون ور هم آقای خامنه‌ای همه کار میخواد بکنه که کنترل کنه رئیس جمهور رو و نذاره هیچ ابتکاری رو به دست بگیره. جناب دکتر وجود داره. جناب دکتر مصطفی، شما این ما گرچه به سادگی بسیاری گذشتن گفتن تموم شده و یا نه، ولی حضور این ماجرای آتش به اختیار و سخنی که ایشون گفت و بعد یواش یواش علائمش رو دیدیم، در جلوی دانشگاه آمدن، در جلوی استادیوم آمدن و این همین آقای الله کرم و دهنمکی و اینا دوباره سرکلش، اون دوران سال 60 ما به هر حال جوانتر بودیم، بیشتر یادمونه در اون دوره. خب باز پا رو باز میکنه، ضمن اینکه اون موقع اگر با چماق وارد میشدن، این بار سلاح دارن و اسلحه دارن و خیلی مسئله قوی تر است و مرگابر میتونه باشه. چقدر خطر رویارویی میبینید در شرایط ایران؟ ببینید امروز آقای خامنه‌ای عقب کش صحبت کرده درباره همین مسئله آتش به اختیار و گفته که من صحبتم درباره جنگ نرم بود، نه درباره سربازان. آقای الله کرم هم گفته که جنگ نرم علیه مسئولین هستش، نه علیه زنان. آتش به اختیار نسبت به مسئولین هستش. نسبت این چرا مجبور شده یک عقب نشینی کوچک بکنه؟ به خاطر مقاومت بسیار بزرگی که از سوی جامعه، از سوی فعالین سیاسی در این باره شد. بسیار مسائل مهمی در این باره منتشر شد. اپوزیسیون دموکرات و مستقل در خط استقلال آزادی در این درباره این مسئله موضع گیری کردش که بسیار در جامعه خیلی پخش شد این مسئله در داخل ایران، و آقای خامنه‌ای خواسته این رو یکمی به اصطلاح آرایش بده و عقب نشینی کنه. صحبت‌های امروزش اومده به اصطلاح ایرونیا ماست مالی کردن اون چیزی که هفته قبل گفته بود هستش. ولی خب آتش به اختیار، ببینید آتش به اختیار رو یک رهبر وقتی که میگه معنیش چیه؟ معنیش اینه که آتش به اختیار یک اصطلاح نظامی است. اصطلاح نظامی است که وقتی که فرماندهی دیگه ارتباطی نداره با نیروهاش، دیگه نیروها میتونن در دفاع که از خود میکنن همه اقدامات رو انجام بدن. خب آیا این وضعیت به قول آقای بنی‌صدر در مورد قوه مجریه موجود هست؟ آیا این وضعیت درباره قوه مقننه موجود هست؟ نه. پس درباره چه کسی وضعیت اضطراری به وجود اومده و در وضعیتی قرار گرفته که دستور آتش به اختیار رو صادر کرده؟ در فقط ولی مطلق فقیه است که در این وضعیت آشفتگی قرار گرفته، احساس نگرانی میکنه و میترسه که دیگه حتی نتونه مستقیما به اونهایی که ازش کورکورانه پیروی میکنن به اونها دسترسی داشته باشه.
ولی ما با آقای روحانی میشه مراجعه کرد، به قوه قضاییه میشه مراجعه کرد و اونها نیستن که اصولا فرماندهی کل قوا، فرماندهی قوای انتظامی، بسیج ها و نیروهای حزب اللهی و انجمن های اسلامی که در دانشگاه ها و در مؤسسات دیگه گذاشتن، همه اینا با آقای خامنه ایست. یعنی متوجه سه قوه اصلا نیستش. پس آقای خامنه‌ای در از خودش رو در یک وضعیت آشفتگی سختی دیده و انگار که در جنگ داره شکست میخوره. خب جناب دکتر مصطفی، اتفاقا همین موضوع مهمه. اول که این آتش به اختیار رو گفت، خب در یه جمله میگه که اگر مسئولان این کارو کردن که منظورش آقای روحانی است، در توان نداشتن، فساد کرده، بی اخلاق، همه این چیزا رو میگه. ولی از اون طرف همین نظر شما که به خودش مربوط هست، این ماجرای آتش به اختیار، آیا این نشانه این نیست که اگر ایشون فردای روزگاری به سرعت در آینده نزدیک بر اثر بیماری فوت بکنه، این توپخانه آتش به اختیار در خیابانها به جای سوگواری با مردم روبرو بشه؟ من واهمم از این ماجراست. من یک برداشت دیگه دارم. اتفاقا نگرانی آقای خامنه‌ای بسیار بجاست، برای که میدونه دیگه الان سال 60 نیستیم. ببینیم سال 60 کسانی بودن که حاضر بودن خودشون رو بکشن برای آقای خامنه‌ای، حاضر بودن روی مین‌ها حرکت بکنن، حاضر بودن جون خودشون رو بدن. ولی الان دیگه کسی در ایران حاضر نیستش که برای آقای خامنه‌ای کاری انجام بده و الان این پول و سود و منافع هستش که میزان طرفداران آقای خامنه‌ای در تجمعات و تظاهرات رو تعیین میکنه. اگر خرج کنن، اگر به قربونشون ساندیس بدن، اتوبوس بیارن، اینها میتونن به اصطلاح یک تظاهراتی، تجمعاتی به وجود بیارن. آقای خامنه‌ای الان نگرانیش دقیقا همینی که کسی دیگه، حتی پاسدارا، من درباره سران سپاه پاسدارا صحبت نمی کنم، پاسدارها و بسیجی ها، اینها حاضر نیستن اون چیزی رو که آقای خامنه‌ای میخواد تحمیل کنه به جامعه رو پی بگیرن. و اتفاقا این از دید من یک خبر بسیار خوب هستش که آقای خامنه‌ای این توانایی رو از دست داده و یکی از نشانهای بسیار مهمی است از سقوط رژیم های توتالیتر و رژیم های استبدادی و نزدیک به توتالیتر مثل رژیم ایران، اینکه اون قوه نظامی دیگه از اون رهبری تبعیت کامل نمی کنه و حاضر نیست به خاطر اون رهبری به طرف مردم گلوله شلیک کنه. انقلاب 57 همینطوری شد. یعنی وقتی شکست صورت گرفتش که نظامی ها در مذاکراتی که بین هم داشتن میگفتن ما مثل برف آب شدیم، و وقتی شکست خوردن که مردم گل دادن به سربازهای ایران و اون سربازها با مردم احساس یگانگی کردن و دیگه نمیتونستن مثل ایده شهری بر مثلا شلیک کنن به سوی مردم. و این ما در آغاز این حرکت هستیم در ایران و امیدوارم که هرچه بیشتر کسانی که با افراد افراد پاسداران در تماس هستند، اینها رو باشون بیشتر صحبت کنند، به اونها بگن که اینها می توانند در خدمت مردم در بیان، به کارهای درست گماشته بشن تا اینکه گماردشن تا به اینکه به سوی مردم شلیک کنند. و امیدوارم نگرانی آقای خامنه‌ای هر روز بیشتر از روز قبل بشه. آقای دکتر، پرسش پایانی، شما گرچه اشاره کردین که آقای روحانی باید این گونه، ممکنه این گونه بشه، ولی واقعا دور دوم ایشون رو چگونه می‌بینیم با توجه به این شرایطی که آقای روحانی داره عمل می‌کنه؟ آیا دور دوم متفاوتی نسبت به آقای خاتمی دور دوم خواهد داشت از نظر عمل کرد، نه از نظر فقط برخورد با رهبری، عمل کرد برای مردم از نظر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مسائل مختلف؟ ببینید، عمل کرد، من تکرار میکنم، دست رئیس جمهور نیست. رئیس جمهور نمیتوانه کاری برای مردم انجام بده. همینطور که در یکی از مصاحبه‌ها گفتم، یکی از جالبترین صحبت‌ها صحبت آقای روحانی است که میگه خواهشن، همینطور که خطاب میکنه به نیروهای
به قوای دیگه، به قوای انتظامی میگه که خواهشن همینطور که این مدت با مردم رفتار کردید که در آسایش باشن و بیان در رای گیری شرکت بکنن، تعداد زیادی بیان، 4 سال آینده هم این کارو کنه. رئیس جمهوری که توانی داشت خواهش نمیکرد از این روهای انتظامی. ما الان با مسائل دیگه هم روبرو هستیم که وقت باز کردنش نیست. تحریم های جدیدی که دولت آمریکا داره وضع کرده، یا این سخنی که آقای تیلرسون کرده این تازگی که بحث مسئله تغییر رژیم رو پیش کشیده. بله، البته آقای تیلرسون این صحبت رو کرده که دست آقای خامنه‌ای برای سرکوب کسانی که دارن از رژیم جدا میشن بازتر باشه. ولی من به گمانم این نیستش که اونها نقشه داشته باشن در ایران دموکراسی، اول بر خود امریکا اون دموکراسی رو رعایت بکنن بعد بیان برای ایران دموکراسی بیان. بله، این هستش که در از نظر قانونی و از نظر حقوقی آقای روحانی در وضعیتی نیست که بتونه وضعیت روس رو، وضعیت مردم رو، وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشه. بحران ها رو آقای خامنه ای ایجاد میکنه، سپاه پاسداران ایجاد میکنه، بهانه میده به دست آقای ترامپ، آقای ترامپ تحریم های جدید رو وضع میکنه و آقای ترامپ بیاد دیگه که ما میخوایم از طریق داخل رژیم رو عوض کنیم، یعنی آقای خامنه ای راحت تر سرکوب کن اون نیروهایی که در دستگاه شما هستن و دارن فاصله میگیرن با شما، مثل آقای روحانی و دستگاه آقای روحانی. تمام ماجرا این هستش که آیا آقای روحانی به مردم مراجعه میکنه، توانایی این رو داره به مردم مراجعه کنه و مثل مصدق خارج بشه بیاد بگه که مجلس اینجاست، وقتی که اومد بیرون از مجلس نمیذاشتن کارشو انجام بدن یا نه. فعلا من نشانه از این امر نمیبینم، برای که چنین کاری هزینه های بسیار بزرگی برای این کار داره، به خاطر منافعی که در این مدت پیدا کردن گروه های مختلفشون، جایگاه هایی که پیدا کردن، ثروت هایی که به خود آقای روحانی. ببینید، من وقتی که هرچی فکر میکنم رئیس جمهوری در ایران حکومت میکنه که دیپلم دکتراش قلابی است، که خانه‌ای که در اون زندگی میکنه قصبی است و متعلق به خودش نبوده و به زور گرفته این رو، واقعا احساس ناراحتی بهم دست میده. آیا واقعا آقای روحانی حاضر هست از همه این امتیازها بگذره و یارانش از این امتیازها بگذرن و در کنار مردم قرار بگیره؟ اون جوابی است که هر انسانی میتونه بده، هر انسانی میتونه تغییر پیدا بکنه و در آخرین لحظه هم تغییر پیدا بکنه. اما ما نباید به روی اینکه آیا اون اراده تغییر دارد یا نه حساب کنیم. ما باید پیگیر مطالبات خودمون باشیم، پیگیر حقوق ملی خودمون باشیم، پیگیر حقوق شهروندی خودمون باشیم و برای اونها مبارزه کنیم. هرگاه ما به روی بخشی از جمهوری اسلامی یا قدرت‌های خارجی حساب کنیم برای تغییر در داخل ایران، شکست خواهیم خورد و استقرار دموکراسی در ایران به تغییر خواهد افتاد. هیچ کس و هیچ چیز به غیر از مردم ایران نیست و قادر نخواهد بود که تغییر جدی رو در داخل ایران به وجود بیاره. سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون در برنامه. چون شما هستین این پرسش رو شما مطرح کردین، یک بار در آخرین بار من پاسخ دوستان بیننده رو همراه با شما در اینجا میدم. دوستان گرامی که به من مراجعه میکنین میگین که خب آقا پس برنامهات حفظ شد دیگه هستی؟ نه خیر، بنده بدون دریافت حقوق هستم. اگر میخواین شما بخشی از به عنوان بخشی از مبارزه نامش رو بگذاریم باشه، ولی هرگز شما بخشی از مبارزه رو اگه ببریم به ساندویچ فروشی بهتون مکدونالد نخواهد داد. برای این هستش که من اینو برای اینکه روشن بشه، دوستی در خیابون به من گفت آقا مگه شما آخوندی که برای صحبت کردن پول طلب میکنی؟ گفتم آقا مگه شما کار نمیکنی؟ شما لوله کش هستین، پزشک هستین، وکیل هستین، خوش شغل دارین. این شغل منه، افزون بر این که من میتونستم در این شغل حرفهای دیگری بزنم، بخش مبارزاتی رو هم تقویت میکنم برای اینکه به وامدار مردمی هستم که در اون سوی کشور در زندانها در سختی ها زندگی میکنن. اگه من اینجا هستم میتونم زبان رسای کسانی باشم که نیستن. به این ترتیب این رو همراه با شما اعلام میکنم به اون بینندگانی که منو در خیابون میبینن میگن که آقا مگه شما آخوند هستی که برای صحبت کردن پول میخوای؟ نه خیر، بنده آخوند نیستم. اگه آخوند بودم الان وضعم شاید بهتر از این حرفا بود. به هر تقدیر
دوستانی که علاقمند هستن که از برنامه حمایت کنن. حالا بعد از خداحافظی از آقای دکتر مصطفوی، آدرس و نشانی کتاب‌های هولوکاست رو که دکتر بابکی اهدا کردن به برنامه من و کسانی که علاقمند باشن میتونن بخرن رو نشون خواهیم داد. اجازه بدین آقای دکتر رو معطل نگر نداریم در اینجا برای این چند دقیقه. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم، براتون اوقات خوبی آرزو میکنم، از اینکه به قول معروف تمام وقتتون رو در اون زمانی که قول میدین در خدمتتون هستیم اجازه میدین در فرصت رو داشته باشیم، سپاسگزار بیشتر میکنم. خیلی ممنون از شما، زنده باشید و موفق. روزگارتون خوش.